سلام به همه فوتبالیا، مخصوصا توپ سخنگوی عزیز. حالتون چطوره بچه ها؟ امیدوارم که تو این روزای برفی و بارونی حال دلتون عالی باشه و سرشار از شادی. بریم یه چند تا کلیپ از این بزرگان ببینیم که چه صحبت‌های گوهرباری میکنن. ولی گوش بده، من میگم دو تا گل زدن به انگلیس و نتیجه بسیار خوبی بود. نیمه دوم 3-2 باختیم و حتی یه میله هم زد، دو تا میله زدیم یه تو سردار زد. آره نشد انگار همچین شما میگوی که نه زدن. دادم فکر میکنم اسمش کی بود سردار. الحمدلله آخه یه جوری شما هم چی میکنه چه یعنی میله هم نبود. نه خب یه دونم مثلا مگوایر تو نیمه اول زد به میله ما. خب پس یه میله هم زد. میله آخه مجی جان دل بندم، اون تیرک کاش آقای تاج به جای این همه توهین و تحقیر به مجریان برنامه مقدار روی ادبیاتش کار میکرد. دم عمو جواد و آقای مجیدی هم گرم که در کمال احترام با مهمانان برنامه برخورد کردند. همین موضوع باعث شد تو فردا اون روز آقای تاج بین دو نیمه دربی به جایگاه گزارشگاه در ورزشگاه آزادی برو از جواد خیابانی عذرخواهی کنه. بازم دمش گرم. شما ظاهرا دنبال جذب کریستیانو رونالدو بودید که الان داره با النصر عربستان مذاکره میکنه، آیا ناامیدید و یا اینکه بمب جدیدی میخواید بتره کنید؟ رونالدو رو که آقای ساپینتو بهش صحبت کرد، گفت باید تست بده. حالا باید ببینیم چه جوری تست بده. اینجوری گفته یه بار چیز کنه که در تیم بزرگی مثل استقلال داره. اینجا استقلاله. ببین یه بار مسی رو گفتیم کل شوت سوژه بدش کن اینا رو. ببینید اونجا ما دو تا فوروارد رو تیم پرسپولیس از دست داد، درسته این کار سختی بوده ولی یه پوپان شد برای اونها. شاید بچه های ما و آقای ساپینتو فکر نمی کردن که دو تا فوروارد اینها یوهو میده کنار. رو اون دو تا فوروارد کار کرده بودن، تمرینات رو اینجوری چیده بودن. یک دفعه که اینا دو تا رفتن دیگه روی اون دفاع خیلی فکر نمی کردن که بیاد این کار رو انجام بده. اینا نقاطی است که باید فرصت داشت. به شما ضربه زد. ضربه زد. کاش میمون. نگید به خدا زشه، نگید. این استقلال تیم بزرگیه، حرفی توش نیست و همه ما هم دوستش داریم. اما که مسی و رونالدو استقلال، این بیشتر خودزنیه. میگم حالا که شما دستتون بازه یه زحمتی میکشین لوکادیو رو برای پرسپولیس برگردونی که هم مشکلات اونا حل بشه و هم به بازی شما ضربه نزنه. حالا که صحبتش پیش اومد باید به عرضتون برسونم که لوکادیو هم از ایران فرار کرد. دلیل کارش رو این عنوان کرده که ایران 100 سال از دنیا عقبه. البته منظورش در مورد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بوده که گفته توی دو ماه گذشته نتونسته من طریق تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، توییتر با خانواده‌ام ارتباط برقرار کنم. مردم همیشه در صحنه ماشاءالله برای اینکه ثابت کنن همچین اینطوری هم که تو میگی نیست از خجالتش در اومدن و صفحه همسرش رو گلبارون کردن. باشگاه پرسپولیس هم به طور رسمی اعلام کرد که لوکادیو قراردادش رو یه طرفه فسخ کرده که این کارش با ادعای وکیل این باشگاه غیرقانونی بوده. هرچند که پرسپولیس با دلار 40 تومانی دیگه علاقه هم به ادامه همکاری باهاش نداشت، چون در این صورت باید 40 میلیارد تومان به اون پرداخت میکرد. چه حاله اینجاست که همین آقا قبل از پیوستن به پرسپولیس کمتر از 200,000 تا فالوور داشته، اما با مطرح شدن نامش کنار پرسپولیس و پیوستن به این تیم پرطرفدار ایرانی به سرعت فالووراش روش کرد و توی این 8 هفته برای پرسپولیس 6 تا گل زد و برای خودش بیش از 900,000 تا فالوور جمع کرد. آقای لوکادیو یکم حیا هم بد نیست.